روزانه در حال دستگیری مردم به انواع بهانه ها بود. به کنترل وقیحانه ایمیل ها، فیلترینگ وبسایت ها و پخش پارازیت روی تلویزیون های ماهواره ای رو آورد. زندگی و معیشت عمومی را به سیاهی کشاند. تولید و تجارت داخلی را منهدم کرد. یارانه ها را به سرقت برد. قیمت ها را چندین و چند برابر کرد. آخوندها و پاسداران را از ثروت‌های افسانه‌ای بهره‌مند کرد. در عوض اکثر جامعه را گرفتار بیکاری و فقر کرد و در کنار رعب و اختناق افسردگی و دلمردگی را رواج داد. کما اینکه حمله و محاصره و توطئه چینی علیه اشرف را هر روز تشدید کرد، یعنی علیه مقاومترین فرزندانش بود. قوای سرکوب و اختناق را بیشتر و بزرگتر نمود و زندانیان سیاسی را پی در پی اعدام کرد، اما نتوانست مقاومت آنها را در هم بشکند. سلام بر قهرمانان و شهیدانی که حسرت تسلیم را بر دل خامنه‌ای و دشخیمانش باقی گذاشتند. سلام بر علی صارمی، جعفر کاظمی، محمد علی آقایی، حسین خضری، فرهاد طارم، زهرا بهرامی، فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامیان، احسان فتاحیان، محمد رضا علی زمانی، آرش رحمانی پور، سانه جاله، محمد مختاری، حامد نور محمدی، بهنود رمضانی و آن زندانیانی که به شهادت رسیدند و کسی هنوز اسمشان را نمی داند. و همچنین درود بر شهیدان مردم کردستان و مردم بلوچستان. و باید اشاره کنم به صدها هموطنی که قربانی جرم و جنایت همین رژیم بودند و خامنه‌ای برای تشدید وحشت و اختناق آنها را اعدام کرد و به این ترتیب رکورددار اعدام در جهان شد. هموطنان عزیز، هر روزی که شما به خیابان‌ها می‌آیید، روحی باختگی و گسستگی درونی رژیم بیشتر می‌شود. رژیم ولایت فقیه هیچگاه به اندازه امروز ضعیف، فرسوده و تکه پاره نموده است. قیام‌های شما در سال 88 طلسم ولایت فقیه را شکست. به مدت یک سال خامنه‌ای در تکاپو و تلاش بود تا تعادل درونی رژیم را به صورت کجدار و مریض حفظ کند. اما طوفان قیام شما در 25 بهمن میز خامنه‌ای را واژگون کرد. در نتیجه او به ناگزیر به انقباض درونی هرچه بیشتر پناه برد. برای اداره رژیم در شرایط اضطراری کنونی، خامنه‌ای دیگر قادر به حفظ تعادل قبلی با رفسنجانی نبود و او را حذف کرد و این جراحی بی سابقه رژیم را به مراتب در برابر قیام های شما آسیب پذیرتر ساخته. قیام شما این حقیقت را اثبات کرد که تنها پاسخ تعارض میان مردم ایران با آخوندهای حاکم تغییر بنیادی رژیم است. مهمترین نشانه آن گسترش شعار مرگ بر خامنه‌ای به عنوان شعار اصلی قیام هاست. همه گیر شدن شعار بر کناری خامنه‌ای به معنی پیشرفت مبارزه مردم ایران است، به طوری که اولا قیام ایران با این شعار تاکید می‌کند که هدف اصلاح سیاست‌های این رژیم اصلاح ناپذیر نیست، بلکه هدف حذف تمامیت نظام ولایت فقیه است. ثانیاً این شعار
به معنای نفی فاشیسم مذهبی است و گویای آتش مردم ایران به آزادی و حاکمیت مردم است. و ثالثاً مهمترین نتیجه گیری از این شعار عبارت است از شکست کامل تئوری و تجربه ولایت فقیه و فاشیسم تحت نام اسلام. از این نظر این شعار چکیده داوری تاریخی ملت ایران درباره سه دهه حاکمیت ولایت فقیه است. امروز شما جوانان دلیر از خزانه و نازیاباد و افسریه تا شمال و شرق و غرب تهران و همه شهرهای ایران خیابانها را با قریب این فریادها پر کرده اید که بعد از دیکتاتورهای سرنگون شده مصر و تونس نوبت سرنگونی خامنه ایست. چهارشنبه سوری امسال شما با آتش زدن عکس‌های خامنه ای بیش از همیشه فروزان شد و سفره هفت سین امسال شما بیش از همیشه نوروز آزادی را نوید می دهد چون به سین سرنگونی مزین شده است. آری زمین و زمان می گوید که پایان کار نظام ولایت فقیه فرا رسیده است. هموطنان، اشرفی ها و اشرف نشان ها در سراسر جهان، رژیم ولایت فقیه به موازات اعمال یک اختناق وحشیانه همواره ادعا می کرد که گویا مقاومت ایران و اشرف در انزوا هستند، چرا که به ادعای رژیم فقط همین مقاومت و همین اشرف و مجاهدینند که خواستار سرنگونی تمامیت این رژیمند. آخوندها جامعه را به ضرب حلق‌آویزها و خفقان نفسگیر می‌بندند و از آن نتیجه می‌گیرند که کسی خواستار تغییر نیست و گویا به عکس همه حامی رژیمند یا به زندگی و تسلیم در چارچوب این رژیم راضی‌اند. حالا شما اشرفی‌های سرفراز که از نظر آخوندها باید منکوب و خاموش می شدید، امروز ببینید که پایداریتان در سراسر ایران جاری است. اشرف یک راه و رسم شده است و همین راه و رسم اشرف در خیابانهای ایران جاری شده است. بعد از 2 سال و 12 رشته کارزار بهار، حالا همه به روشنی می‌بینند که اشرف در برابر سفارایی و توطئه و توافق‌نامه‌های خامنه‌ای و مالکی پیروزمند و سرفراز و در اوج شرف و افتخار سربلند کرد. ولی شما در برابر گلوله باران 6 و 7 مرداد و در برابر سرکوب و محاصره برای انهدام اشرف ایستادید و پرچم پیروزی مردم ایران و قیام آنان برای آزادی را به اهتزاز درآوردید. راستی که این 12 رشته کارزار فشرده و شبانه روزی هر کدام حماسه درخشانی است که بیان آن کتاب‌های جداگانه ای را می‌طلبد. بنابراین به طور خاص دلم می‌خواد در اینجا به مسعود که خالق این حماسه هاست تبریک بگم و همچنین به مژگان و صدیقه و به همه خواهران و برادران و قهرمانان اشرف تبریک بگم به خاطر خلق این پایداری و این حماسه بزرگ و شکوهمند. با یک نگاه به این ایستادگی که تاکنون 8 سال به درازا کشیده